هالیوود مرکز سینمای آمریکا روی دوش هزاران هنرمند و فعال مستقل سوار است که حالا ویروس کرونا آنها را بیکار کرده. بهنام ناطقی و گزارش پیش رو. یکی از زحمتکش‌ترین سنف‌های هالیوود تهیه‌کننده‌های مستقل هستند. مثل تهیه‌کننده این کمدی مستقل آخر هفته راستگویی که هفته گذشته اکران شد. لسلی تامس که فیلم رو نوشته و کارگردانی کرده، در ضمن بیش از 10 سال است که برای یک شبکه تلویزیونی پربیننده درباره آشپزی و غذا ویدیو می‌سازد. خانم تامس میگوید برای افتتاح اکران همگانی فیلمش در جشنواره پاسادینا 250 بلیت فروش رفته بود، ولی فقط 35 نفر اومدند. او میگوید نومید شدن از موفقیت احتمالی اون فیلم حالا همراه شده با ناراحتی از تعطیلی موقت کار اصلیش در شبکه تلویزیونی پربیننده. او میگوید نه تنها پول، بلکه رویای زندگیش و تماسش با تماشاگرها را از دست داده. هدر هوب آلیسون در میان مستقل‌ها شغل ابتکاری دارد. او 9 سال است بهار و تابستان جشنواره‌های فیلم و غذا در هوای آزاد برگزار می‌کند. مثلا در پارکینگ‌ها یا پارک‌ها. او می‌گوید از اعلام تعطیلی فصل جدید، اون هم 1 هفته بعد از اعلام برنامه فصل، هنوز 3 هفته نگذشته ولی انگار سال پیش بود. مشکل اصلی اونها از دست دادن شرکت هواپیمایی ساوت وست است که اسپانسر جشنواره فیلم و غذای او بود و از شیوع ویروس خیلی متضرر شده. هدر میترسد مجبور شوند کسب و کار خانوادگی رو برای همیشه تعطیل کنند. اگر ویروس کرونا نبود، خانم آنی جیوز که برای فیلم‌های جدید و ستارگان سینما کار روابط مطبوعاتی رو انجام می‌دهد، حالا از جشنواره‌ای به جشنواره دیگر در حال پرواز بود. او می‌گوید خانه نشین شدن برای مستقل‌ها خیلی ترسناک است، چون پس‌انداز خیلی زود ته می‌کشد.